بمیرم الهی. واسه کی؟ برای هفته آینده. از الان واسه هفته آینده میخوای ببینی؟ آره دیگه، بالاخره از الان بالاخره برای اون موقع. چه خبر هفته آینده میخوای ببینی؟ دیدم تو تلویزیون نشون میداد اینقدر این بوقلمه ها آماده است که همه دوستان بشینن و بخورن، خب بیچارا رو هی پرورش میدن سال به سال، بعد یهو بعد همه هم میشینن بوقلمه ها رو میخورن. خب دیگه بالاخره بله دیگه میگن خداوند اینا رو فرستاده که ماها بخوریمشون. خب انسان اینجوری همه چیز رو هضم میکنه یا قبول میکنه که آقا همه خداوند گاو و گوسفند و گوساله و هر چی حیوانه رو گذاشته آماده کرده، هر چی حیوان خوشمزه است آماده کرده، فقط واسه که ما بخوریمشون. و بعدش هم این که حتما بعدم نوبت ما میرسه میذاره که اونا ما رو بخوره. خب اگه پیش بیاد اگه پیش بیاد بله. اگه همینجور جمعیت هی زیاد بشه که هی هم میگن سعی کنید نگران که... اونا نباش، چون ماها خودمون خودمونو میخوریم. خب برای همین میشه آره. میگم وقتی نیاز جمعیت نگران... زیاد بشه آره. نگران آره. نباش که حیوانا ما رو نمیخورن، ما خودمون خودمون آره. بله در صورت بله هفته بعد برای تنکسگیوین اولا تو رو خدا حتما مادر بزرگ پدر بزرگا رو مادر پدرا رو یادتون نره وقتی میخواید دور هم جمع شید. مهمترین آدمایی که باید در کنار شما باشن اونان، به اضافه بچه هاتون. نذارید بچه ها با بچه های دیگه قرار بذارن، تو رو خدا بیارید تو فامیلی، بذارید همه اقلا به قول عریضه شده برای 2 ساعت هم که شده فامیل همه دور هم جمع شن یه ذره از وجود همدیگه لذت ببرن. نه به خدا خیلی خوبه، ما که همیشه هم هر سال این مسئله رو داریم و همه دور هم جمع میشن و بچه هم هستن و بچه هم بازی میدن. دعا میخونی؟ دعا من همیشه خودم صبح دعا میخونم. از خوده؟ من هر روز میخونم. آها دیگه یه رسمه برای خودم درست کردم. نه میدونم نه تو روز مثلا قبل از اینکه این بوقلمونه رو بخوری هی چشمک داره میزنه این دعا میخونی؟ نه هر دفعه نگاه میکنم میگم بمیرم ان شاء الله ما رو بگو بدایی. من عاشق این بوقلمونه کوکورو بودم، دیگه کوکورو تعطیل شد. من یادم یک سالی یک آقایی در گلندل، اینو راستی میگم، یه بوقلمونه چیز ای وای پیری معذرت میخوام خیلی هم ای وای سموک ترکی به دود داده بوقلمون دودی. آها دودی. آخ آخه شما بل... یه مقدار بالاخره یه بخشت رشتیه دودی رو خوشت میاد، ماهی دودی، بوقلمون دودی، آی لاف والا بیف جرکی مثلا. اصلا نمیدونی در گلندل درست میکرد این آقا و واقعا خوشمزه بود. شما بیف جرکی هم دوست داری؟ آره. بعد ما یه چند سالی آقا رو گم کردیم. اگر که خواهش میکنم این اگر کسی بار کار دودی انجام میده با قلمون دودی، البته بخش دودی دیگه ایشون اهلش نیست. ببخشید نه اصلا آره بدن فکر دود دیگه نیست، از نوع سیخی هم چیزی نیست. سیخی دیگه چی سیخه؟ با سیخه، یه نوع دوده با سیخ انجام میشه. بله. آه، اونا رو من اصلا نه نیست. بله، منم نیستم به خدا. آره خدا رو شکر ما از بله دیدمش دود. دیدمش دیدم. بله بله بله. شما مثل من مشروب نمیخوری؟ نه خیر. دیدم. دیدم. بله. دروغ نمیگم. مشروب نمیخوری؟ من سر عروسی یه ذره خوردم سردرد گرفتم، دوباره ادویل تمام عروسی میگشتم. در به در آقا دو تا ادویل داریم. دو تا ادویل. من داشتم تو کیفم کاش. خدا خدا. آخه اصلا یکی رسید به ما 3 تا ادویل داد. من همیشه تو کیفم که میام عروسی همیشه تو کیفم. نه منیجر این محل آقای گنده ای بود ماشاءالله. بله ایشون آره. اتفاقا خانومشون با برادر من در آرایشگاه کار میکنه. آخه بسیارم بله. نازنین و گل بله. هستن. یکی سی رفت از منیجر ما گرفت و آوردن 3 تا، گفتم 2 تا هم به درد نمیخوره، الان شد 3 تا. بله من نه من نمیسازم این چیزا به من. خدا رو شکر ایشالله که این چیزا هیچ وقت به ما نسازه. نه نمیسازه. نمیسازه. ولی در هر صورت از نوع دودیش نه از نوع خوردنیش نمیسازه. ولی خب ترکیه دودی بهتون میسازه. به خدا علی نمیدونی چقدر خوشمزه است. ماهی دودی رو دوست دارم. آخ آی لاو ایت. یکی از مشتریای من که شمالی هم هست برای من هفته پیش از ایران یه ماهی دودی آورده با اشبل تو شکمش. به به به. ولی خب خودمون قراره بخوریم به کسی خالص بدیم. بریم سراغ تنسیمی که صحبت کردیم، بریم سراغ کنسرت یه پشت سر گذاشتیم. کنسرت راستین در سابان تیتر برگزار شد با موفقیت باور نکردنی. کنسرتی که در همون شب عروسی که صحبت می‌کردم خیلی از هنرمندان در عروسی اندی به سر می‌بردن، در اونور شهر راستین داشت برنامه اجرا می‌کرد، روی صحنه بود و خواننده دیگری هم به عنوان سورپرایز به نام آیدین که معرفی از طرف فیلزان داره معرفی او هم میشه، او هم در شروع برنامه
روی صحنه رفته، برنامه اجرا کردش، برنامه قشنگی رو هم اجرا کرده آیدین، و بعد از اون حضور خود فرید زولان که از مردم تشکر کرده و سپس راستین روی صحنه که به قول همه میگن آقا گل کاشته. واقعا هر کی که به من رسید گفت کنسرت بسیار عالی بود، حرف نداشت، بسیار این هنرمند زیبا میخونه و آینده بسیار درخشانی در پیش خواهد داشت. واسه من خیلی جالب بود به خاطر که خیلی از خواننده‌ای که در شب عروسی بودن از من میپرسیدن آقا از کنسرت راستین چه خبر، و میدیدم که چقدر برای هنرمندهای خواننده ما هم این مسئله اهمیت داره که ببینن آقا راستین در این شب خوب میشه، جمعیتی میره براش، و بعد روی صحنه به چه صورتیه. که خب یک، مردم حمایت کردن با تلاش های بیش از اندازه و شبان روزی فرید زولان، مردم همت کردن و به این کنسرت رفتن. این اول. بعدش میرسه به خود آرتیست که خود آرتیست روی صحنه چیکار میکنه. من سوال اینقدر ازم شد که حدود 12 شب بود، من یه تکسی فرستادم به خانم نبی، خانم پریسا، گفتم که چه خبر، چطوره اونجا، و ایشون زدن که great. همین فقط همین کلمه بود که great نوشته بودن. و بعدش از همون ور بنده به اصل قضیه که آقای علی ریحانی هستش خواستم هماهنگی کنم. ایشون چون خیلی با دقت‌تر نباشو می‌کردن تا خانم نبی یا دوستان دیگرشون، با دقت نگاه می‌کردن، ایشون به من جزئیات کامل رو گفتن که برای من. از علی ریحانی پرسیدم که به چی فکر می‌کنی، گفتش که برنامه‌اش خیلی خوب بود. من با راستی کوتاه در خلوت صحبت کرده بودم در رابطه با حرکتش رو صحنه و اینکه مردم چه توقعی دارن. حتی صحبتیم که من کرده بودم به قول خود فرید زولان از او هم از اون اندازه هم فراتر رفته بود، خیلی حرکت‌های موزونی می‌کرده، خیلی با انرژی برنامه رو اجرا می‌کرده. شاید که شاهرخ در اونجا بوده، برای شاهرخ هم جالب بوده این برنامه، داشته می نگاه می‌کرده شاهرخ دوست عزیزمون، همینطور مهدی زوکایی که از مهدی زوکایی نه شهربال شهپره، مهدی زوکایی غیب شد تو عروسی، نمی‌دونم کجا رفت. شهربال شهپره من شنیدم که از عروسی با همسرشون خانم گلی رفته بودن به اونجا، او هم همین تعریف رو میکرد. علی ریحانی من گفتش که چقدر خوب اجرا کرد، بخش به خصوصی بخشی که از آهنگ‌های گذشته فرید زولان که توسط خواننده‌های دیگه خونده شده بود، راستین روی صحنه اون آهنگ‌ها رو اجرا کرده به صورت مدلی، یعنی متصلی. مدلی که میگن مدلی یعنی متصلی. متصلی خانم. اگه قرار باشه به اندازه من تو صحبت کنی چیکار میکنی؟ والله به خدا اون لغتایی رو میگم که میتونم بگم. بعد خلاصه خیلی مورد پسند مردم قرار گرفته، و من میدونم که خیلی از برنامه گذارا الان دیگه دارن تماس میگیرن که با منیجمنت راستین که برنامه مختلف بره. انسان خوبی هم هستش، بسیار بچه انسان خوبی، امیدوارم همینجورم بمونه. خب این خیلی مهمه که همینطوری بمونه، ما اینقدر یادآوریش بکنیم که همینجور بمونه، تو نخوادم بمونه تا این تا بهش میمیرم، اما من فرق نکردم به خدا همونجورم. مگه آدم ها فرق میکنه؟ 100% فرق میکنن، 100%. این کف زدن متاسفانه کاراکتر انسان‌ها رو عوض می‌کنه. چارت دونه عکس هم همین حالت هستش. اگر کسی اون خمیره رو نداشته باشه و اگر کسی اون حالت رو نداشته باشه، نه، در خیلی از خواننده‌های ما می‌بینیم که هرچی بزرگتر شدن افتاده‌تر شدن. من داشتم با یک کسی از هنرمندان صحبت می‌کردم سر برنامه لاس وگاس، گفتم خب لاس وگاس چی؟ گفت این قیمت. گفتم قیمت رو چه استانداردیه؟ آیا چی باهاش میاد که مثلا فلان خواننده 30000 دلار یا 40000 دلار میخواد برای یه شب خوندن؟ بعد گفتم که فقط خوندن یا چیز دیگه هم باهاش میادش؟ بعد طرف پرسید که منظور چیه؟ گفتم مثلا چیزای دیگه‌ای که حالا غیر از خوندن اجرا ممکنه بشه بعد از برنامه یا قبل از برنامه. چرا؟ به خاطر اینکه چه دلیلی؟ آیا یه سالن 1000 نفره طرف تونسته پر بکنه به تنهایی که همچین مبلغای داشته باشه؟ امروز روز میتونه به غیر از 3 ماه تبلیغات همچین کاری رو بکنه؟ توی یه شب معمولی، نه حالا حتما شنبه شب، یه شب معمولی 500 نفر آدم برداره با خودش بیاره یه جایی
با یه بلیت موزون توی یه محله دیگه ای که با خودم چه حالتی باشه. و بعد وقتی نمره ها رو بغل هم میذاری که طرف مثلا میگه 40,000 دلار یا 30,000 دلار، بعد چهار تا خواننده یه بغل هم میذاری میشه سر 20,000 دلار، خب اون دیگه خوب خواننده نیست که آدم میاره، اون چهار تا خواننده است. و بعدم که شما نگاه کنید توی این کنسرت های مختلف چند بار این چنین اتفاقی میفته یا به این صورت هستش که یک کسی بخواد بیاد و بعدم کنسرت گذاره درآمد داشته باشه یا اون مبلغ باشه. و من نمیدونم باز دوباره این نمره ها از کجا میاد، واسه همین همون فکر است که یه خورده چیز شده و رفته. شاید بعضیا واقعا فکر کنند یه سالای آخره، واسه همین هر چی میتونن بگیرن چون بعد از اون دیگه نمیشه گرفت. واقعیت میسه بگم ببین یه سری آدم هستن که حقشونه و نمره ای که یا پولی که میگیرن حقشون رو میگیرن، واقعا واسه میگم یه سری هستن حقشون رو میگیرن، اونا رو ما میذاریم کنار که نشون دادن ثابت کردن که آقا سالن رو میتونن پر کنن، به تنهایی هم پر کردن، با یه نفری هم بودن پر کردن، هیچ مشکلی نداره. ولی یه سری هستن که حقشون نیست، نمره های نجومی میدن، طرف میگفتنم تو از خودش یه نمره میندازه، حالا مال گرفت اینم همون حالت داره. به نظر من اونم اشتباه است. امیدوار هستم که خواننده جدیدی هم که میاد اون حالت و حس رو نداشته باشن. نه ان شاء الله بالاخره فکر میکنم که دیگه یواش یواش همه یه درسی رو یاد گرفتن در این نه واقعا. خب البته من با هنرمند کار نمی کنم، شما بسیار واردتر هستین. نه یاد خب نگرفتن دیگه. آره باید هم نه زود هنوز این هم تو تلویزیون گفتی حرف زدی این همه به زیبا مسیج خب فرستدن. اونایی که درکش میکنن که متوجه میشن، که خب متوجه میشن. یه سری هم هستن که تا میگفتن تا یه چی در جهان مفلس در نمیمونه، تا برنامه گذاره اونجوری هم هستش کسی در نمیمونه دیگه. بالاخره یه سری آدم های هستن که فکر کنن که باید این کارو بکنن. به نظر من اون اشتباس و اون هم ما اسمشو بیذاریم روی نمیذاریم لغت خریت حرف قشنگی نیست، اصلا من نمیگم برای هیچ برنامه گذاری حرفا نمیزنی به هیچ عنوان. ولی هنرمندای ما یه مقداری باید آگاه تر به مسائل نگاه کنن، متوجه ای؟ بله. من منظورم هنرمنده نبودم، من برنامه گذارا بودم، چون هنرمنده میگه آقا من اینو میخوام، شما هستی که میخوای بدی یا ندی. پس در واقع کیه گوشش بلنده؟ بریم آگهی بدو بریم آگهی بدو و از خرابی.